بهجت صدر، نقاش آبستره، 71 ساله. از زندگی و کارهایش میگوید. دست نوشته هایش بیانگر احساسات ناگفته اوست. هنگامی که وارد اتاقم شدم، تکه نخ بلندی از دستم به زمین افتاد و به چنان گره ها و چین و واچین های پیچیدهی بر نقش های هندسی کف اتاق تبدیل شد که بران شدم با نقاشی کردن این درهم پیچیدن ها دنیای پنهانی، پستی و بلندی ها، عمق ها و فانتزی هایشان را کشف کنم. خوبه لیلی، تو امشب داری میای اینجا. چقدر با حرف دارم، چقدر سالا با تو حرف داشتم، ولی همیشه یه دیواری بین من تو بود. این ارتباط نبود، امسال این ارتباط برقرار شد. عجیبه، هیچ وقت باور نمیکردم همه چیزا با یه اتفاقاییه که آدم نمیدونه. مثلا امسال اصلا من فکر نمیکردم فیلمی از من اینجا ساخته بشه و تو این پیشنهاد فیلمت باعث شد که من یه ذره افتادم به یه حرکت دیگه، افتادم به یه فکر کردن دیگه، یه جور دیگه. و این ارتباط بین من و تو حتی از همه چی مهمتره بر خود من. راجبه کارهای آبستره دوره ایتالیاتون میخواییم صحبت کنیم. چی شد تصمیم گرفتین که آبستره کار کنیم؟ تصمیم آدم نمیگیره که چه کار میخواد بکنه، یعنی آبستره کار کنه یا جور دیگه. اون خواست درونی آدمه که ایجاب میکنه که آدم چه کار بکنه. حالا این چون من آکادمی رو اینجا تموم کرده بودم و اونجا هم آکادمی میرفتم، بعد آمدم آزاد کار کردم اونطور که دلم میخواست کار کردم، کار آبستره شد. اون وقت هم نمیتونم بگم که حتما به منظور آبستره کار کردن آبستره کار کردم، نه. از طبیعت گرفته بودم مقدارشو، یعنی آبستره خالص به اصطلاح نبودم، آبستره اکسپرسیو بودم که از طبیعت گرفته بودم. و کارا شاید از نظر خودم بعض چیزا دتایی یا جزئی از کل بود یا کلی از جز بود، نمیدونم، ولی در هر حال برای خودم یک کاری بود که حس میکردم، دیده بودم. آبستره دیدن فرق داره، یعنی حتما دیده بودم و کشته بودم. امشب آپارتمانم در رنگ آبی سیر با چراغ‌ها احاطه شده است. نمی‌دانم چه کسی جز من در این ساختمان این ساعت در تاریکی راه می‌رود و این نورهای ستاره مانند سفید و زرد را تماشا می‌کند. ساعت 11:30 شب است. باورم نمی‌شود. در پاریس باید کرکره‌ها را می‌کشیدم و تلویزیون تماشا می‌کردم. و اینجا روی بلندی شیشه هایم را خالهای نارنجی و سفید و گاهی قرمز گرفتند. آنجا اگر کرکره ها هم باز بود، باران آبلوار به شیشه ها می چسبید. نمی دانم آن صورت آبلگون دودی رنگ بهتر است یا این زرق و برق الماس نشان روی این آبی سیاه تیره. فلم 18 برقش 6. چی شد که اون غلظت و درهم پیچیدگی رنگا تو کاراتون عوض شد و فرما توش درشت‌تر شد؟ تو که دیگه منو خوب میشناسی. اولا آدم نمیتونه وایسه، اونم من پر از حرکتم، دوست داشتم که و ناراضی. بعد از اکسپوزیشنی که با اونا دادم دیگه آمدم روی رنگا رو خلاصه تر کردم و غلظت رو ندادم. حالا یه نمونه که البته اون نیست برای اینکه پیچیدگی فرم نداره، ولی اینه که دیگه ببین هیچ غلظتی تو کار نیستش و یه سادگی آمد توی رنگا و برعکس پیچیدگی رفت توی فرما.
بعدن این فرما ریشهشون از طبیعت میگرفتن یا بیشتر ذهنی بودن؟ پیشتر ریشه ها از طبیعت بود. همیشه میگم من ابستره خالص نبودم، اکسپرسیو بودم، کارم اونطوری بود و میگرفتم قدیم، ولی بعدن بیشتر ذهنی بود. بعد مسئله حرکت چی؟ شما تو کارهای رنگیتون اون حرکت رو ما تو حرکت رنگا رو تابلو میبینیم. آره. بعدن سعی کردیم که خود فرما حرکت رو القا کنیم. آره آره، حتما این فرما رو میگم از اون نمیدونم ریتم قدیم درخت ها که تو ذهنم مونده بود یا هزار چیزی که دوست داشتم حرکت توی باز ببینیم مثلا این بالا این حرکت تو فرما هستش. چرا فلز؟ ببین اگه آدم حسابگری بودم رو همون نوکارایی که تأیید شده بود تو کتاب هنر ابستره دنیا پشت جلد و این چیزا چاپ شده بود میموندم، اما نمیشه موند. اتفاق باعث شد که فلز و چوب دستم داد و دیگه اونجا بود که دیدم چقدر راحت میتونم روی اینا کار کنم و از این زمینه فلز نرم دودی براق میتونم استفاده کنم و یا اون یکی چوب که یه بافت بسیار قشنگی داره. به قول مجسم سازی گفت اگه چوب بدادم، اگه یه سنگ یا بدن دستم من بیام بتراشم مجسمش کنم خود اون سنگ قشنگ باشه، من چرا استفاده نکنم؟ منم دیدم خب از اینا میتونم به راحتی استفاده کنم. البته در اینجا رنگام کم شد لیلی، یعنی آمدم دیدم یه رنگ سیاه با دودی کافیه برای اینکه اون ریتمایی که دوست دارم و راحت رو این دق دق میچرخید رو اون کار، رو این کار ریتم پشتیم. نمیدونم به نظر تو چطوریه ولی خودم خیلی دوست داشتم. وقتی رنگ سیاه را روی سطوح بزرگ سفید یا اکلیل زده میریزم، وقتی کاردک های پهن و تیغه ها و ماله ها را آغشته به رنگ میکنم، وقتی آنها را افقی عمودی حرکت میدهم و صدایشان را میشنوم، وقتی بدن و دست هایم گرم و خسته میشوند، وقتی بوی رنگ در اتاق کوچک و نمورم به من حالت تهوع میدهد، وقتی از ترس نفوذ رنگ ها دست هایم را به تازگی با دستکش میپوشانم و احساس خفگی میکنم، آرام میگیرم. آرامشم از خستگی است یا بیهودگی؟ میشه یکم راجع به این کارهای کلاژتون که اومدین با عکس یکی از واقعیت و وسط کادراتون آوردین که تو کارهای ابستره و فلز و اینا نبود صحبت کنیم؟ خب چند تا چیز الان میتونه علت باشه که چرا این کار کردم. یکی از چیزا این بود که همطور که بیشتر هم برات گفتم همون سر کار ابستره و موادی که همطور عوض کردم، اینم نمیتونستم که یه چیز نگه دارم، دلم خواست باز عوض کنم. یکی دیگه میخواستم خیلی با رنگ به خاطر همون بیماریم کار نکنم، اینه که آمدم با عکس ها شروع کردم باریدن و گذاشتن و بهم پیوستن. این یکیش هم میشه گفتش که مسئله غربت بود. خواستم چیزایی که از قدیم داشتم بیارم بذارم اون وسط کارم و بتونم اینا رو ببینم. من باید بمانم و این شبها را بکشم. کمکم کنید، چسب برایم بمالید. ایده هایم را حالی کی بکنم که اجرا کند؟ دست هایم درد می کنند. توی شیشه انعکاس چراغ افتاده و از برایش یک زنجیر یا یک گلوبند قرمز خاموش و روشن می شود. خیلی زشت است، ولی هر چیز زشت هم بد نیست. من وقت کم دارم، نمی خواهم به این زودی در 71 سالگی بمیرم. فکر میکنم میتونی الان کار کنی؟ هیچ نمیتونم. من که الان سال هاست که تقریبا اینجور کار کردن که من همیشه میکردم برام قدغن شده، به علت اون بیماری اولین که اون سرطانی که برام قدغن بود، بوی رنگ و حرکت خیلی شدید و بعد بیماری های دیگه که با سر هم آمد و میترسم نمیتونم. خیلی دلم میخواد کمک کنم و خیلی دلم میخواد به خودم کمک کنم که ببینم میتونم یا نمیتونم. خیلی دلم میخواد ولی نمیتونم.
سعی میکنم، بلکه شاید بشه. چیز باشه از خودم تراشیده باشه بهتره.